یه سری رسوم ازدواج عجیب غریب تو دنیا هست که وقتی بشنوید اصلا باورتون نمیشه. بعضیاشون خیلی مسخره است، بعضیاشون هم خیلی سسکیه. بدون معطلی به سراغ ویدیومون میریم. رسمی در شهر زامبیا در آفریقا. داخل این شهر دخترها قبل از ازدواج باید داخل یه سری آموزش‌های 3 ماهه شرکت کنن. همینجور آزمایشایی که الان دارید میبینید، یعنی آموزش‌های جنسی. و توی این دوره هر چیزی که فکرشو بکنید بهشون آموزش میدن. از 0 تا 100 پروژه رو بهشون آموزش میدن. چون معتقدن دخترها باید از 11 تا 12 سالگی با این چیزها آشنا بشن. و دختر اگه این مسائل رو هنوز یاد نگرفته باشه اصلا حق ازدواج نداره. و جالبش هم اینجاست که این رسمو فقط خودشون رعایت نمی کنن، بلکه هر کس هم که وارد اون شهر بشه دیگه باید این دوره 3 ماهه رو بگذرونه. رسم عجیب بعدی در کشور سوئد. داخل سوئد اگه وسط جشن داماد سالن رو ترک کنه، مردای داخل سالن اجازه دارن همه برن و از عروس حسابی بوس بگیرن. و برعکس این موضوع هم هستا. اگه عروس هم سالن رو ترک کنه و بره، زنها و دخترای داخل سالن حسابی داماد رو بوس موس میکنن. دیگه این رسم رو از کجا درآوردن و پایه و اساسش از کجا بوده دیگه خدا میدونه. یکی دیگه از رسمای عجیب همون تستیه که از دخترها قبل ازدواج میگیرن. مثلا تو عربستان وقتی خانواده داماد جواب تست دختر رو میگیره و میبینه که دختره هنوز سالمه و به کسی نداده، مبلغ هنگفتی رو به پدر عروس میده و میگه دست در نکنی که سالم نگهش داشتی. بعد علاوه بر هدیه‌ای که به پدر عروس میدن، برای خود دختر و مادرش هم یه عالم طلا و جواهر و این چیزا میخرن. دو سه روزم جشن و اینا برگزار میکنن که به مردم بگن پسر ما انتخاب درستی کرده. رسم عجیب بعدی داخل کشور موریتانیه که اعتقاد دارن میزان عشق زن بسته به وزن زن داره. یعنی هرچی که چاقتر باشه و وزنش بیشتر باشه یعنی عاشق‌تره. برای همین وقتی دنبال زن میگردن، دنبال کیسایی میگردن که توپولیترن. اونجا هرچه یه دختر چاقتر باشه، خواستگاراش هم معمولاً بیشترن. مادرای دخترها هم تمام تلاششون رو میکنن که دختراشون رو چاقتر کنن. دخترها هم هیچ کار خاصی معمولاً در طول زندگیشون انجام نمیدن. فقط بخور بخواب میکنن که چاقتر بشن و وزنشون بالاتر بره. برای همینم هم هر مردی هم که زنش چاقتر باشه باید بیشتر به زنش افتخار کنه و بیشتر به زنش احترام بذاره. وقتی اسم رسم و رسوم عجیب یه جای بیاد، مگه میشه اسم آفریقا اونجا نباشه؟ داخل یکی از قبیله های آفریقایی وقتی عروس و داماد عروسی میکنن، بعد مجلس مادر عروس و یه چند تا از فامیلای درجه یک تا تهش همچنان با عروس و داماد هستن و اونا رو همراهی میکنن تا ته تهشا. منظورم اون که میگید و تا لحظه آخر باید مشاهده کنن که ببینن آخرش چی قراره بشه. لاشی آول کنید، بذارید مردم کارشونو بکنن. رسم عجیب بعدی مربوط به مالزیه که عروس و داماد تا 3 روز بعد ازدواج همچنان حق ندارن از خونه بیان بیرون. البته تا اینجاش موردی نداره. از اونجا این رسم مسخره میشه که میفهمی توی این 3 روز دستشویی هم حتی نباید برن. دلیلش هم اینه که اعتقاد دارن اگه تو این 3 روز یکیشون بره دستشویی، ممکنه بدشانسی بیاد تو زندگیشون یا ممکنه باعث بشه یکیشون در آینده خیانت کنه و همین دیگه. رسم عجیب بعدی در کره جنوبی و در کشور عمان انجام میشه که شب قبل عروسی داماد رو میگیرن و حسابی کتکش میزنن. این کارم برای این انجام میدن که عروس رو در طول زندگی اذیت نکنه و قدرش رو بدونه. باز دوباره آخر عروسی دامادو میگیرن، دوباره میبرنش زیر چک و لغت. خلاصه که از عمان یا کره جنوبی زن نگیرید، از ما گفتن بود. رسم عجیب بعدی ختنه کردنه. حالا خیلی‌ها میگن ختنه کردن که یه چیز عادیه، ولی باید بگم که منظورم ختنه کردن دختراست نه پسرا. تو سومالی و جنوب شرق آسیا و آفریقا وقتی دخترها بین 4 تا 9 سال هستن ختنشون میکنن و مثل خودمون که جشن و سرور هم برای این کارا برگزار میکنیم، اونا هم اینو جشنا رو برگزار میکنن. اونا اعتقاد دارن ختنه کردن باعث پاکدامنی و با عفت‌تر شدن دختر میشه، چون فکر کنم دختری که ختنه بشه میلش به رابطه کمتر میشه و همچنین دختری که ختنه نشده رو ناپاک میدونن و این نوع دختر رو برای ازدواج با پسراشون معمولا انتخاب نمیکنن. رسم عجیب بعدی مربوط به کشور رومانیه. توی کشور رومانی قبل مراسم جشن و پایکوبی، رفیقا و فامیلای عروس عروسو میدزدن تا بتونن یه مبلغی رو از داماد بکنن. کلن مردم دوست دارن یه چیزی رو تو عروسی بدزدن. مثلا ترکای خودمون وقتی داماد روز عروسی میاد خونه پدر عروس که عروسو ببره، برادر عروس یا یکی از فامیلای نزدیک عروس کفشای دامادو برمی‌داره که داماد نتونه بره و دامادم باید یه پولی بده تا کفشاشو پس بدن.
یکی دیگه از رسمای ترکا اینه که به جای اینکه مجردا وایسن پشت سر عروس و عروس براشون گل پرتاب کنه، داماد میره روی بلندی وای میسه و مجردا رو جمع میکنه و براشون انار پرتاب میکنه و هر کدوم از اون مجردایی که بتونه اون انار رو بگیره یعنی بختش باز شده و به زودی اونم ازدواج میکنه. رسم عجیب بعدی داخل اسکاتلنده. عروس و داماد بدبختا از صبح به خودشون رسیدن و حسابی خودشون رو بزک کردن و ترگل ورگل کردن، اما رسم دارن داخل مراسم عروس و داماد یه گوشه وایسن و بقیه روشون آشغال بریزن. آشغالا هم حاوی ماهی گندیده، شیر، تخم مرغ و همه چیزهای بوگندوه. بعد این ماجرا هم عروس رو به درخت میبندن و چند ساعت همونجوری میذارنش بمونه، بعد بازش میکنن. دلیل این کارشون هم اینه که میگن اگه عروس این وضعیت رو تحمل کنه دیگه شرایط سخت زندگی رو هم راحت میتونه تحمل کنه. یه رسم عجیبی هم ترکای تبریز و اصفهان دارن، اینه که کل جهیزیه رو خانواده عروس باید بدن. حالا این بازم خوبه، توی هند علاوه بر این که عروس باید جهیزیه رو بده، باید مهریه هم به داماد بده. یه رسم عجیب دیگه که هندی‌ها دارن اینی که برای زن خیلی طلا می‌خرن، چون اعتقاد دارن وقتی که خیلی طلا داشته باشه و اون طلاها به هم بخورن گردش خون توی بدن عروس بیشتر میشه. دیگه نمیدونم حقیقت داره یا نه. رسم عجیب بعدی مربوط به مردم قوم ماسا داخل کینیا است. اونا اعتقاد دارن اگه روی لباس عروس تف کنن یعنی دارن به عروس احترام میذارن و معتقدن وقتی روی لباس عروس تف بندازی خوشبختی بیشتری به سمت عروس داماد میره. رسم عجیب ازدواج بعدی مربوط به قبیله‌ای در کشور اوگاندا است. در این کشور قبل از ازدواج عمه دختر میره با پسر میخوابه و پسر مجبوره که یا حال اساسی به عمه جون بده. اگه پسر موفق بشه که حال خوبی به عمه بده، عمه امور تایید رو میزنه برای پسره و میگه که به این پسر دختر بدی. عمه همچنان تا شب عروسی هم باید داور مسابقات بین عروس و داماد باشه و اگه ببینه که داماد مثل اون شب که خودشو بارانداز کرد عروس رو هم خوب بارانداز میکنه، دیگه مهر تایید آخری رو میزنه و اگه نتونه موفق بشه اجازه داری که بره بگه این عروسی رو به هم بزنی و این پسر صلاحیت گرفتن زن رو نداره. سنت عجیب بعد مربوط به شهر کالی کشور کولومبیا در آمریکای جنوبیه که وقتی عروس و داماد ازدواج کردن و به خونهشون رفتن، مادر عروس موظفه که اولین رابطه دخترش با داماد رو نظاره بکنه و تجربیاتش رو در اختیار اونا قرار بده. مورد بعدی شب زفاف جلوی چشم همه در چین. در چین در شب عروسی مهمانان عروس و داماد رو مجبور میکنن که جلوی چشم همه رابطه داشته باشن و اونا رو وسط مجلس روی تختی میذارن و پتوی قرمزی هم روی اونا میکشن و عروس و داماد جلوی چشم همه شروع به رابطه میکنن. مهمانانی که خیلی شیطون ترن میان جلو و پتو رو به زور کنار میکشن تا ببینن عروس و داماد واقعا در حال انجام عملیات باشن و بعضی از مهمونا هم با یه شیعی تو سر عروس میزنن و عروس رو مجبور میکنن که داماد رو محکم بغل کنه.